بسم الله الرحمن الرحیم. لکچر دوم یا درس دوم اساسات کامپیوتر است. روز قبل که ما شما درس خواندیم، البته در رابطه با تعریف کامپیوتر خواندیم و ای که کامپیوتر چی خصوصیات داره و در کجاها کاربرد داره ای درس خواندیم. درس امروز ما ادامه درس دیروز است، البته موضوعات نو میخوانیم. عنوان درس امروز که ما داریم در رابطه با Classification of Computers است، یعنی کامپیوترها را طبقه بندی میکنیم که در کجاها کامپیوترها به چی نام یاد میشن. اولی کامپیوترها از چند نگاه تقسیم بندی میشه. خوب ببینیم، کامپیوتر اگر ما بخوایم طبقه بندی کنیم از سه دیدگاه ما را تقسیم بندی میکنیم. یکی از دیدگاه پروپوز است، دیگر دیتا هندلینگ است و فانکشنالیتی است. پروپوز که میگیم یعنی کامپیوترها به کدام مقاصد استفاده میشه، این یک طبقه بندی ماست. ممکن بعضی کامپیوترها در بعضی جاها استفاده شود، در بعضی جاها مثلا کامپیوتر اصلا کار گرفته نشود، کامپیوترهای خاص دیگه استفاده شود. به اون منظور ما یک طبقه بندی ما به اساس پروپوز است، دیگهش به اساس دیتا هندلینگ است. یعنی دیتا که وقتی می وارد کامپیوتر میشه، کامپیوتر وقتی دیتا را روش کار میکنه، کامپیوترها به این اساس به کدام طبقه ها بندی میشه، به چه شکل میشه. یعنی یک طبقه بندی ما ای است و دیگه هم فانکشنالیتیش است، یعنی کاربرد کامپیوتر به شکل کاربردی در کجا استفاده میشه. که این سه بخش کامپیوتر ما تقسیم بندی میکنیم، یعنی از این سه دیدگاه ما کامپیوترها رو مطالعه میکنیم. وقتی پروپوز که میایم یالا ببینیم، یکی جنرال است و دیگه هم اسپسیفیک. وقتی ما میگیم کامپیوترها به کدام مقاصد استفاده میشه، بعضی وقتا کامپیوترها را که از این دیدگاه ما تقسیم بندی کنیم، میتونیم بگیم که جنرال عمومی است. مثلا همین لپتاپی که فعلا پیش ما هست، ما مثلا به مقصد درس دادن استفاده کردیم. اگر ممکن، اگر یک شفاخانه باشه، ممکن همین کامپیوتر به خاطر ثبت بیمارا استفاده کنه، یعنی اطلاعات بیمارا که وقتی میای مریضا که میای داخل شفاخانه استفاده کنه. یک کسی دیگه میتونه توسط از این کامپیوتر مثلا اخبار نوشته کنه، توسط از این کامپیوتر میتونن که عکس دیزاین کنن. یعنی جنرال است، عمومی است، یعنی به مقصد عام، به مقصد کلی استفاده میشه. سنس یک طبقه بندی. اما یک بخش دیگه که ما داریم به شکل اسپسیفیک است، یعنی کامپیوترها به منظور خاص استفاده میشه، در هر جا استفاده نمیشه. مثلا ممکن بعضی وقتا کامپیوترها به خاطر مثلا سنجش آب و هوا استفاده شود که امروز هوا چقدر سرد است، چقدر گرم است، نه؟ بنان این کاربرد خاص داره، به هر جا استفاده نمیشه. مثلا کامپیوترهایی وجود داره به مقصد مثلا جراحی اعضای بدن انسان، مثل قلب انسان، مثلا گرده انسان، درست؟ مثل چشم انسان. بنان او کامپیوتر ها فقط در شفاخانه ها مثلا کاربرد داره، در هر جای کاربرد نداره، هر کس از او کامپیوتر رو استفاده نمیکنه. بنان یک تقسیم بندی بود که کامپیوتر ها رو ما از دید مقصد استفادهشان در نظر تقسیم بندی میکنیم که به کدام منظور یا استفاده میشه. تا اینجا فهمیده شد؟ بخش دیگه که ما بخیر تقسیم بندی میکنیم کامپیوتر را به اساس دیتا هندلینگ است. ببینیم در این تقسیم بندی ما شما کامپیوترها باز در سه بخش تقسیم میشن. کامپیوترهای آنالوگ داریم، کامپیوترهای دیجیتال داریم و کامپیوترهای هایبرد داریم. وقتی ما میگیم که آنالوگ و دیجیتال، تفاوت زیاد چی است؟ دیتایی که توسط آنالوگ است و دیتایی که دیجیتال است تفاوتشان در چیست؟ آنالوگ که است، تغییرات دیتا به شکل پیوسته است. یعنی مثلا اگر ما ببینیم درجه حرارت هوا را، مثلا میگه که امروز درجه حرارت مثلا است چند درجه، مثلا 5 درجه سانتیگراد. باز مثلا سبا مثلا هواشناسی میگه که درجه حرارت امروز است مثلا 7 درجه سانتیگراد، نه؟ اتو به شکل پیوسته مثلا میشه یک دفعه 5 درجه سانتیگراد، باز میشه 7 درجه، مثلا باز میشه 10 درجه، باز پس مثلا کم میشه 8 درجه، 9 درجه. تو به شکل پیوسته
کم میشه. اینی قسم دیتا را ما را میگیم که دیتای انالوگ میگیم، اما دیتای دیجیتالی که است فقط رقمی که ما میگیم صفر و یک است. صفر و یک کش به این معناست که مثلا خود کامپیوتر به شکل دیجیتال کار میکنه، مثل تو دیتا یا اطلاعات ما ایتو نیست که فقط دو رقم یا سه رقم باشه و همیشه همون دو سه رقم باشه، یعنی در وسط از اینا نباشه. مثلا پیشتر که در مثال آب و هوا که گفتم، ممکن درجه حرارت پیشتر گفتم میشه 5 درجه، ممکن باشه 5.1، 5.2، 5.8، باز 9 درجه شوه. نی بینی شکل اتو گرافش هم که سعی کنیم گرافش به شکل پیوسته است، اما دیجیتالی اوتو نیست، یک رقم یا دو رقم است. مثلا یا درجه حرارت 5 است یا 6، دیگه نمیگیم که 5.1، 5.2، ما میگیم روز درجه حرارت 5 است یا 6. بنا در اون صورت باز ما میگیم که دیتا انالوگ است که درجه حرارت نمیتونه انالوگ باشه. درست است؟ یک مثال بود که من گفتم. مثلا قبلنا امی میترهای چی که داشتیم، میترهای برق که داشتیم به شکل انالوگ بود، اون میترهای سیاه که بود، وقتی که برق میومد جریان برق را که محاسبه میکرد که چقدر مصرف شده، اون وقت دیتا رو ما به شکل انالوگ میداد. امروز یالا امی میترهای برق هم دیجیتالی شده، به شکل رقمی شده. درست است؟ بنان ما دیتا را که در کمپیوتر میره، کمپیوترهایی داریم که به شکل آنالوگ کار میکنه، کمپیوترهایی داریم که به شکل دیجیتال کار میکنه. که فعلا کمپیوترهایی که ما همین لپتاپ و دسکتاپ اینا داریم، اینا کلش دیجیتالیسته. و بخش دیگه ای که داره به نام هایبرد است. هایبرد که است ترکیب از آنالوگ و دیجیتال است، یعنی کمپیوترهایی ما داریم که هم میتونه آنالوگ باشه هم میتونه دیجیتالی باشه. پس این بود تقسیم بندی دوم ما که به اساس دیتا هندلنگ بود. بخش دیگه که داریم به اساس فانکشنالیتی است، یعنی کار کردش، عمل کردش، یا بگیم که تواناییش. این تقسیم بندی ما در این طرف وقتی که تقسیم بندی میکنیم به طرف راست اگه سر ببینیم، کمپیوترها باز تقسیم میشه به کمپیوترهای مینی، مایکرو و مین فریم کمپیوتر که در دنیا فعلا استفاده میشه از این بخش ها. و یک بخش دیگه هم داره به نام سوپر کمپیوتر که ما بعدا اینا را عکسایش رو میبینیم و میفهمیم که کدام کمپیوتر را مینی میگه، کدام مایکرو میگه، کدام مین فریم میگه، کدام سوپر میگه. اینا را بعدا میبینیم. باز مهمتر ما همین بخش مایکرو را زیادتر توجه ماست که ما فعلا همین کمپیوتر هایی که خود ما داریم در خانه و هم استفاده میکنیم، از این بخش فانکشنالیتی مایکرو و این در زیر مجموعه از این کمپیوتر هاست که ما فعلا در خانه، دکان، فروشگاه ها این رو زیادتر میبینیم که کمپیوتر های دسکتاپ است، کمپیوتر های لپتاپ است و هند هلد است که اینی سه بخش کمپیوتر ها را معمولا است و هر کس از این استفاده میکنه و در پیشان است. ای از نگاه مثلا جسامتش، تواناییش، کار کردش بود، این تقسیم بندی. بنان این دیاگرام در کل نشان میده که کمپیوترها به چند بخش تقسیم میشه و هر بخش به کدام منظور است. درسته؟ خب از بخش تقسیم بندی یا طبقه بندی کمپیوترها خلاص شدیم. کمپیوتر دیجیتال که پیشتر هم یادآوری کردیم اینی شکلش است که دسکتاپ است و لپتاپ است. کمپیوترهای آنالوگ، این کمپیوترهای ما آنالوگ است. این قسمت اگر متوجه باشیم در اینجا همین شکل تلویزیون مانند که دارن، در شفاخانه ها از زیاد استفاده میشه که وضعیت مریض نشان میده، ممکن گراف قلبش باشه و اینا هم کمپیوتر است. اینا کلش کمپیوترهای آنالوگ است، نه دیجیتالی. امی سرعت موتر که ما شما وقتی که میبینیم که به کدام مثلا سرعت ما روان هستیم، اینی هم خودش یک کمپیوتر است، البته آنالوگ است. درست؟ دیگه کمپیوترهای هایبرد که داریم اینی شکلش است که این کمپیوترها هم دیجیتالی کار میکنه و هم آنالوگ کار میکنه.
این شکلی از این کامپیوتر ها. دیگه کامپیوتری که پیشتر گفتیم که کامپیوتر هند هلد که میگه یا میگیم پرسونال دیجیتال اسیستنس، این کامپیوتر هاست. ببینیم که حتی ما تبلیت ها رو ما هم گفتم میتونیم تبلیت های که بلنده و اسک آیپد اینا همین رو ما میتونیم که پرسونال دیجیتال اسیستنت هم بتونیم بگوییم. در پالی از اینا کامپیوتر های مین فریم اینی کامپیوتر هاست که البته این کامپیوتر ها را تمام مردم این را نمیبینن، صرف کسایی که بخش تکنیکی است و کسایی که خدمات اینترنتی خدمات اینترنتی شبکه اینا را که ارائه میکنن از این کامپیوتر ها استفاده میشه. این کامپیوتر ها بینی میشه که سالون های بسیار کلان داره که در این سالون ها این کامپیوتر ها جای به جای میشه و این کامپیوتر ها به تمام مردمی که در سراسر دنیا سر به اینا خدمات ارائه میکنن. این کامپیوتر ها مین فریم کامپیوتر است. و دیگه داریم که سوپر کامپیوتر. اینا سوپر کامپیوتر است که اینا هم زیادتر از اینا سرور هستن. مثلا که اگر فیسبوک داریم ما شما، اگر توییتر داریم ما شما، که با تمام میلیون ها انسان در سراسر دنیا اینا خدمات ارائه میکنه، امی کامپیوتر است. اینا شب و روز به طور 24 ساعته کار میکنه و سالون های مخصوص داره و بسیار کلان است و انتقال دادنش هم به سادگی که مثل از این لپتاپ و دسکتاپ است نیست. اینا رو به نام سوپر کامپیوتر. خب رسیدیم در بخش دیگه که در رابطه با کامپوننتس آف ا کامپیوتر سیستم است. کامپیوتر رو پیشتر ما دیدیم. خب اینا هر کامپیوتر ما از کدام اجزا تشکیل شده، یعنی کدام جزای مهم است که کامپیوتر را تشکیل میده. کامپیوتر اینمی چهار بخش مهم داره که در این دیاگرام دیده میشه. یکی را که ما در اینجا اینپوت یونیت است، یعنی بخشی که بخش خروجی میگیم. این بخش خروجی اونایی است که اطلاعات از دنیای بیرون وارد کامپیوتر میسازن. این یک بخشش بود که به نام چی گفتیم؟ اینپوت یونیت. بخش دیگه داریم آوتپوت یونیت، یعنی وقتی که اطلاعات از دنیای بیرون میاد، گرچه در روز قبل هم گفته بودیم کامپیوتر سه مرحله اطلاعات میاد، اینپوت میاد، بعدا پروسس میشه، بعدا آوتپوت میده. بنابراین در دیاگرام معلوم میشه که یک بخشش بخش اینپوت است، دیگه بخش آوتپوت است، یعنی نتیجه پروسس ها برای ما نشان بده. خب در وسط از اینا که مو بخش پروسس ما که میشده، یعنی بین اینپوت و آوتپوت، اینی بخش است که یکی بخش است به نام استوریج یونیت، یعنی بخش ذخیره سازی، یعنی که کار یا پروسس را که کامپیوتر انجام میده، اطلاعاتی که وارد کامپیوتر میشه و او اطلاعات باید ذخیره شوه، نتایجی که کامپیوتر سرش پروسس انجام میده ذخیره شده، او یک بخش داره که به نام استوریج یونیت نام داره، یعنی بخش ذخیره سازی. و دیگه داریم بخش سنترال پروسسینگ یونیت یا سی پی یو که اینی بخش است که اصل بخشی که تمام پروسس یا پردازش را که انجام میده کامپیوتر برای اطلاعات، این بخش است. مهمترین بخش همی بخش است که ما این بخش به نام بخش میگیم که مغز کامپیوتر، مثل که مغز انسان هست، تمام عملیات در اینجا انجام میشه. بعد از اینجا که انجام شد، باز اطلاعات میره پس در استوریج یونیت و میره بدن به آوتپوت میره. فهمیدیم این سه بخش. بنابراین پس ما به طور کلی یک کامپیوتر رو میفهمیم که از چهار جز، از چهار بخش تشکیل شده: اینپوت یونیت، آوتپوت یونیت و در وسط از اینا استوریج یونیت و سنترال پروسسینگ یونیت. در اینجا ببینیم دیتا، یعنی اطلاعات خام، اطلاعات اولیه میاد از طریق اینپوت یونیت باز وارد از این بخش میشه و بعدا پروسس که کامپیوتر انجام داد و آوتپوت میده و اونم آوتپوت ما که انفارمیشن یا معلومات است توسط بخش خروجی به ما نمایش داده میشه. صحیح شد؟ بران این بود همین چهار بخش کامپیوتر. میریم بعد.
خب این حالا رسیدیم سر input devices یعنی وسایل ورودی. خب ما در اینجا گفتیم که در دیاگرام قبلی اگر پس بیاییم در اینجا گفته بودیم که input unit یعنی بخش ورودی، یعنی اطلاعات از دنیای بیرون وارد سیستم کامپیوتر باید شود. خب وارد سیستم وارد کامپیوتر که میشه باید وسایل باشه. کدام وسایل است؟ بنان اینی وسایل است که در اینجا عکسش ما میبینیم. پس در تعریف شما در این قسمت گفته شده که input devices can be defined as an electromechanical devices that allow the users to feed data into the computer. یعنی این وسایل خروجی توسط از این دستگاه ها یا توسط از این وسایل ما اطلاعات از دنیای بیرون وارد کامپیوتر میکنیم. مثلا ماوس است که اینجا دیده میشه، این ماوس ما، این لایت پن، اسکنر، کیبورد، تچ پد، ترک بال، جویستیک، میکروفون، دیجیتال کامرا. توسط از اینا اطلاعات از دنیای بیرون وارد کامپیوتر میشه. پس ای بود وسایل بخش ورودی. خب. بعد از درس که خواندیم که وسایل ورودی رو شناختیم، دیگه وسایل خروجی رو میشناسیم. یعنی وقتی که کامپیوتر اطلاعات وارد سیستم کامپیوتر میشه و کامپیوتر اطلاعات روش پروسس انجام میده، توسط چی به ما پس همون نتیجه شده که اون نظر به پروسس باز نوعیت پروسس فرق میکنه. این وسایل است که ما میتونیم توسط از این وسایل نتیجه کار یا پروسس کامپیوتر ما ببینیم. از جمله می مانیتور است، کمی مانیتوری که فعلا هم پیش روی ما شما است که ما از اینجا اطلاعات نشان میتونم اونو ببینم که کامپیوتر نشان داده و او به شکل خروجی به ما نشان داده نی. بنان مانیتور یک وسیله خروجی میشه، پرینتر است، اسپیکر است و هدفون است. هدفون وقتی ما میخوایم که یک موسیقی را بشنویم پلی میکنیم، بعدا که وقتی موسیقی را میشنویم توسط هدفون میشنویم. بنان هدفون هم یک وسیله خروجی است، پروژکتور هم یک وسیله خروجی است و پلاتر هم یک وسیله خروجی است. بنان این وسایل، البته اینا وسایل معمول است که ما همیشه ایر روزمره همراه اینا سر کار داریم که وسایل خروجی دیگه هم است، اما معمولش امیست که ما همیشه روزمره و در خانه و در دفاتر ما از اینا استفاده میکنیم. این بود درس وسایل خروجی ما. خب میریم پیش. این بخش دیگه که ما گفتیم بین بخش ورودی و خروجی بخشی وجود داره که کامپیوتر باید پروسس انجام بده، یعنی اطلاعات از دنیای بیرون می وارد کامپیوتر، کامپیوتر باید بالایش پروسس انجام بده که باز نتیجه کار ما رو بده. کونمو بخش ما، مهمترین بخش ما امی بخش است که به نام Central Processing Unit میگن، یعنی بخش پردازش مرکزی، یعنی بخشی که مرکز کامپیوتر، مغز کامپیوتر است، امی بخش است. تمام عملیات، تمام محاسبات، چی او محاسبات مثلا منطقی باشه چی غیر منطقی باشه، تمام اینا کلش در امینجا انجام میشه. اگر این بخش نباشه دیگه کامپیوتر فلج است. که اینمی دو پرزه یا دو وسیله که چی پرزه یا وسیله که امی چی انجام میده، پروسس یا پردازش انجام میده، این در این تصویر عکسش معلوم میشه و این خرد است در حد چند مثلا 2 سانتی یا 3 سانتی است، به شکل مربع ساخت است، یک وسیله بسیار خرد است که این در این عکس ما میبینیم میشه که اینمی بخش ماست که تمام محاسبات کامپیوتر، چی او محاسبات ریاضیکی باشه چی او محاسبات منطقی باشد، در اینمی قسمت صورت میگیره. بنان و یک بحث دیگه هم که داره، قدرت کامپیوتر هم در این بستگی داره. ما یک وقت داشتیم که پروسسورایی بود مثلا به نام پنتیوم، البته پیش از اون بود، همین یک دوره معروف بود بین مردم کامپیوترهای پنتیوم، یعنی پروسسورایش نامش به نام پنتیوم بود، پنتیوم 1، پنتیوم 2، پنتیوم 3، پنتیوم 4. کسی که کامپیوتر پنتیوم 4 می داشت یا کامپیوتر پنتیوم 4 می داشت می گفت من قوی ترین کامپیوتر دارم. بعد از پنتیوم مثلا آمد کورتو 2، آمد باز آمد کورای 3، کورای 5، کورای 7 مثلا فیلن در بازار معمولا کسی اگر
کامپیوتر کور سیون خریده بتانه، یعنی قوی ترین کامپیوتر خریده. اما چون تکنولوژی در تغییر است، دنیا در تغییر است، ممکن از این قدر هم پروسسورهای قوی بیاید که چندین کار بتانه در عین زمان بسیار فوق‌العاده انجام بده، چی او محاسبات ریاضیکی باشه چی منطقی باشه، اینا رو کلش هم میتونه همین بخش انجام بده. بعد از بخش سنترال پروسسینگ یونیت، بخش استوریج یونیت است که ما پیشتر در دیاگرام قبلی هم دیدیم که در وسط از بخش ورودی و خروجی ما یک بخش داشتیم در قسمت بالا به نام استوریج یونیت که او قسمت پایین بود. استوریج یونیت یعنی بخشی که بتونه اطلاعات ذخیره کنه. ما در اینجا دو قسم دو بخش باز تقسیم میشه، یکیش میشه به نام پرایمری میموری و یکیش میشه سکندری میموری. اینی رو که ما میگیم پرایمری میموری یعنی حافظه ای که حافظه اولیه است، این نزدیک سی پی یو است. اطلاعات میایه وارد از این بخش پرایمری میشه و این اطلاعات سریع به خاطر پروسس کردن به سی پی یو میتن. سی پی یو وقتی که اطلاعات پروسس کرد پس دوباره به امی بخش میتن که در بخش به کدام بخش؟ بخش پرایمری میموری. باز بعد از او از اینجا باز میره طرف وسایل خروجی و وسایل ذخیره ای دیگه که این بخش به نام پرایمری میموری یاد میشد. البته یک بحث که در اینجا وجود داره، در پرایمری میموری که است تا زمانی که برق باشه اطلاعات در اینجا می باشه، مثل که اطلاعات می باشه، اما زمانی که برق قطع شوه اطلاعات هم از این بخش پاک میشه. مثلا امو وسیله یا پرزه ای که مثلا استفاده میشه در این بخش امیر رم کامپیوتر است. این اینجا شکلش هم میبینیم رم کامپیوتر. رم خاصیتش اینه میست که تا زمانی که برق باشه اطلاعات رو در خود حفظ میکنه و البته بودن اطلاعات در اینجا موقتی است، دائمی نیست. وقتی که برق هم قطع شد اطلاعات هم قطع میشه و اطلاعات اینجا ذخیره نمیشه. این صرف به خاطر از این است که اطلاعات به وارد اینجا زود پروسس شه و به سی پی یو بده، سی پی یو پس به ای بده و بین از این دو تا ارتباط است. اما بعد از پرایمری میموری بخش دوم که ما داریم سکندری میموری است. سکندری میموری یعنی او حافظه هایی است که یا بخش ذخیره سازی ماست که اطلاعات به شکل دائمی ذخیره میکنه. اگر برق قطع شود یا قطع نشود اطلاعات وقتی که در اینجا یک بار آمد باز ذخیره میشه دیگه. شما هر زمانی که بخواید میتونید از اون اطلاعات استفاده کنید. مثلا ما فلش همین ما داریم، همیشه از روزمره استفاده میکنیم دیگه. مثلا چی را داریم؟ هارد دیسک داریم، اکسترنال هارد دیسک، سی دی داریم، میموری داریم یا کسیت های مثلا که فیلم برداری است از اینا استفاده میکنیم. اینا را ما میتونیم بگیم که به نام سکندری میموری است، یعنی اطلاعات در اینجا میاد و به شکل دائمی ذخیره میشه. اما در قسمت پرایمری میموری اطلاعات ذخیره نمیشه. خب که در قسمت این بخش که ما شما پیشتر هم یادآوری شدیم، رم بازم میگم که اطلاعات به شکل دائمی ذخیره نمیکنه و وسایل دیگه ای که ما داریم مثل هارد دیسک است، سی دی است، فلش است، میموری است، اینا اطلاعات ذخیره میکنه. البته رم ما اگر کامپیوتر ما هر قدر رمش زیاد باشه با مو اندازه سرعت کامپیوتر ما هم بالا میره، یعنی اطلاعات رم میگیره و سی پی یو میده، پس سی پی یو که پروسس کرد به رم میده و رم میده به وسایل خروجی دیگه میده. بنان هر قدر رم قوی باشه باز کار برای سی پی یو هم خوب میشه، زود میتونه اطلاعات بین از این دو تا رد و بدل شده برای پروسس. و بعد از این بود بخش استوریج یونیت ما. بعد از این بخش هایی که چهار بخشی که کامپیوتر داشت خواندیم، میایم بخیر سر کامپیوتر پروگرام. باید ما بفهمیم که پروگرام کامپیوتر چیست. کامپیوتر خوبیش دیست یا وسیله است یا دستگاهی است که به اساس پروگرام کار میکنه. خیلی بفهمیم که پروگرام یا سافتویر کامپیوتر چی را میگه. البته وقتی ما میگیم که پروگرام یا سافتویر یا نرم افزار، اینا کود است، کود هاست یا دستورات است که توسط برنامه نویسان نوشته میشه.
کسایی که سافت ویر انجینیر هستن در بخش سافت ویر کار میکنن برای کامپیوتر، اینا کد نوشته میکنن. مثلا ما شما اگر یک آهنگ پلی میکنیم یا موسیقی را پلی میکنیم و توسط هدفون مشنویم، اینمی را کامپیوتر خو 4 5 یعنی خود کامپیوتر خو از هاردویر ساخته شده، سخت افزار ساخته شده، این که موسیقی را به چه شکل پخش میکنه پشت سر از این موضوع یا توسط پشت سر از این پروگرام از این کودا دستورات نشته شده که اونمو کودا و دستورات به کامپیوتر میگه که مثلا این موسیقی را پخش کن، یا عکس ما در کامپیوتر میبینیم، یا مثلا توسط کامپیوتر ما مثلا اینترنت میبینیم، یا توسط کامپیوتر ما مثلا محاسبات انجام میدیم، هر کاری که میکنیم، هر پروگرامی که استفاده میکنیم، این پروگرام ها در پشت سر از این کد شده دستورات است که به کامپیوتر میگه که کاربر یا یوزر از تو چی میخواد، تو به این اساس این کار انجام بده. بنابراین کامپیوتر بدون پروگرام کار نمیکنه و هر پروگرام یا هر سافت ویر وقتی که استفاده میکنیم به منظور خاص استفاده میشه. اینطور نیست که هر برنامه در همه کارا به درد بخوره. ما اگر مثلا مجله و اخبار نوشته میکنیم کدام برنامه استفاده میشه؟ اگر ما مثلا یک عکس دیزاین میکنیم، یک ویدیو رو دیزاین میکنیم، یا مثلا اینترنت میخواییم استفاده کنیم، اینا هر کدامش از خود پروگرام داره، سافت ویر داره که باید ما استفاده کنیم. ما شما گفتیم که یه نال در اینجا خب ببینیم دو خط نوشته کردیم که the computer work on a set of instruction called computer program، یعنی کامپیوتر یک مجموعی از دستورات است که به کامپیوتر میگه که چی کار انجام بده. بنابراین اونمو دستورات میشه پروگرام کامپیوتر، which clearly specified the way to carry out a task، و برای کامپیوتر میگه مشخص میکنه که یک موضوع یا یک وظیفه را انجام بده. در موضوع دوش میگه که the collection of instructions from a program، مجموعی از این دستورات برای کامپیوتر که ما میتیم مجموعی از یک پروگرام تشکیل میده و مجموعی از پروگرام ها باز یک سافت ویر یا نرم افزار تشکیل میده. مثلا ما شما امی خود ویندوز که استفاده میکنیم چندین سافت ویر در اینجا کار شده. مثلا اگر ماشین حساب استفاده میکنیم یک بخش داره، ساعت هم میخواییم بفهمیم یک بخش دیگه داره. مثلا تمام اینمی پروگرام ها کلش یک جا شده، باز یک سافت ویر تشکیل دادن. بنان مجموعی از دستورات پروگرام ها تشکیل میده و مجموعی از پروگرام ها یک سافت ویر تشکیل میده. یک نمونه از دستوراتی که کامپیوتر به اساس اون کار میکنه، البته این را ما نمیبینیم، این کد را کسایی که انجینیر سافت ویر یا نرم افزار است اینا را قبلا و نوشتن و سافت ویر را تولید کردن ما از استفاده میکنیم. این کد برای ما قابل دید نیست و ما این را نمیبینیم، صرف چیزی که با ساخته ما از استفاده میکنیم. در طرف راست اینمی قسمت یک عکس هست که در اونجا هر کدام خط به خط در اینجا برای شما ما آوردیم که اینمی خط به خط را که شما در اینجا میبینین اینمی خودش دستورات است که به کامپیوتر این خط به خط که اینمی نوشته شده اینا پروگرام است که اینمی خط، هر خط به کامپیوتر میگه که چی کار کن و چی کار نکن. ما در اینجا باز میایم امی سافت ویر چی پروگرام های کامپیوتر یا سافت ویر های کامپیوتر ما در دو بخش تقسیم میکنیم یا دو بخش تقسیم میشه. یک بخش از به نام سیستم سافت ویر و یکم از اپلیکیشن سافت ویر. دو بخش، یک سیستم سافت ویر و یکم اپلیکیشن سافت ویر. کدام نرم افزارها مربوط سیستم میشه، کدام نرم افزارها فقط کاربردی است که ما از اون استفاده میکنیم. با سیستم قصر و کار نداره که اون ما اپلیکیشن سافت ویر میگیم. میریم پیش؟ در این دیاگرام وقتی که میبینیم در سمت چپ از این را ببینیم یا سمت راست از این را اینه گپ است. ما داریم وسایل کامپیوتر یا که بگیم که سخت افزار کامپیوتر، هاردویر کامپیوتر. این در قسمت وسط است، مثل سی پی او، مثل مثلا ماوس، مثل پرینتر، مثل ستا. این دیاگرام اگر ببینیم یه هست هاردویر. بعد سیستم سافت ویر است.
مثلا اپریتنگ سیستم است، مثل که ما ویندوز استفاده میکنیم، مک استفاده میکنیم، لینکس استفاده میکنیم، اینا میشه سیستم سافت ویر. این برنامه که است با هاردویر کامپیوتر در ارتباط است، یا با هاردویر کامپیوتر مدیریت میکنه. بعد از سیستم سافت ویر ما داریم اپلیکیشن سافت ویر. مثلا ما شما از گیم ها استفاده میکنیم، گیم میزنیم در کامپیوتر ما، مثلا اینترنت استفاده میکنیم، مثلا ما یک مکتوب نوشته میکنیم. این برنامه‌ای که مخصوص این بخش ها ساخته شده، اینا بالای سیستم سافتویر نصب میشه که از او استفاده میکنیم. یعنی مهمتر در وسط که است امی سیستم سافتویر است، یعنی وسایل هم میگه برای ما، مثلا که موسیقی چی نو چه قسم پخش کو، تصویر چه قسم دیزاین کو. این برنامه که میایه سیستم سافتویر کلی امی کارا را انجام میده. کامپیوتر اگر ما خاموش میکنیم، روشن میکنیم، تمام پرزای ازی چک میشه توسط سیستم سافتویر. اینا چک میشه بنان دیاگرام بالا سمت چپ. اگر ببینیم یوزر ماستیم که از کامپیوتر استفاده میکنیم، قسمت پایین که رنگ سرخ داره پرزجات کامپیوتر یا سخت افزار کامپیوتر است، و در این وسط که است پروگرام، یک آپریتینگ سیستم است یا سیستم سافتویر است که اینجا می باشه، و از پشت از او که رنگ سبز داره و یا ماست بخش اپلیکیشن پروگرام. خب بعد از قسمتی از این دیاگرام ما شما میریم به سلاید بعدی ما. سلاید بعدی ما در رابطه با آپریتینگ سیستم است که ما در اینجا گفتیم که امی سخت افزار کمپیوتره، برنامه یا نرم افزاری که کنترل میکنه، مدیریت میکنه، و دیگه برنامه هایی که هم ما استفاده میکنیم در وسط از اینا هست. اگر او نباشه و پروگرام های دیگه هم استفاده نمیشه، او را ما به نام آپریتینگ سیستم میگیم. خب آپریتینگ سیستم تعریفش یاد میگیریم که کدام برنامه یا کدام نرم افزار است که به نام آپریتینگ سیستم میگه. آپریتینگ سیستم یعنی سیستم عامل در فارسی. میگه an operating system is a collection of system programs that together control the operation of a computer system. وقتی ما میگیم که سیستم عامل، این میگه مجموعه از برنامه های سیستم است، یعنی برنامه های سیستمی که او برنامه های سیستمی کلش با هم چی کار میکنه؟ عملیات یا عمل کرد یک سیستم کامپیوتری را اینا کنترل میکنه، نظارت میکنه. اگر آپریتینگ سیستم نبوده کامپیوتر قابل استفاده نیست. و در قسمت دوم گفته شده که it acts as an intermediary between a user and the computer hardware. این به عنوان یک میانجی یا به عنوان یک واسط بین استفاده کننده از کامپیوتر و سخت افزار کامپیوتر است. مثلا من به طور مستقیم مثلا اسپیکر کامپیوتر گفته نمیتونم که اینی موسیقی را برای من نشر کن، تا وقتی که من با آپریتینگ سیستم نگویم که توسط پروگرامش که اینی بر موسیقی را من میخوایم بشنوم. بران او موسیقی را آپریتینگ سیستم میگیره و به اسپیکر کامپیوتر میگیره پلی کن، مستقیم به اسپیکر میگه، نمیگه که او را به مایک بده، نمیشه او را به دیگه پرزه کامپیوتر بده، مستقیم مثلا خروجیش را میده از طریق اسپیکر. بنان اینی کل کارا را که میکنه آپریتینگ سیستم است. بنان آپریتینگ سیستم یک بخش مهم از کامپیوتر است، اگر نباشه کار نمیکنه. تمام وسایل که وسایل است که به اساس پروگرام کار میکنه آپریتینگ سیستم نیاز داره. اگر موبایل ماست آپریتینگ سیستم نیاز داره. مثلا ما اگر از فیسبوکش کار میگیریم، اگر از ایمو کار میگیریم، اگر از توییتر کار میگیریم، این برنامه بالا یک برنامه دیگه نصب شده که او برنامه اگر نباشه این برنامه رو ما استفاده کرده نمیتونیم. که برای موبایل مثلا سیستم اندروید است، موبایل های سامسونگ و اینا، و موبایل های مثل آیفون مثلا iOS داره. یعنی هر وسیله که به اساس پروگرام کار میکنه یک آپریتینگ سیستم داره، سیستم عامل، و کامپیوتر هم به اون شکل. در اینجا چند نام
از آپریتینگ سیستم ها را که ما در بازار هست توسط شرکت های مختلف اینا نوشته شده و ساخته شده ما استفاده میکنیم. مثلا در عکس قسمت بالا ویندوز ها. ویندوز ها همگی استفاده میکنه و برای همگی آشنا هست. در پالای ویندوز مثلا ما داریم مک داریم، مک هم استفاده میکنن، کمپیوتر های اپل سیستم عامل مک دارن، لینکس هم مردم استفاده میکنن، ریدهد استفاده میکنن، سن کوبالت استفاده میکنن، سولاریس استفاده میکنن، فری بی اس دی استفاده میکنن. اینی کمپیوتر هایی که توسط شرکت های مختلف ساخته میشه، آپراتینگ سیستم های مختلف داره، اما معمولش که بین مردم است ویندوز و مک است. که ما بخیر در این کورس که پیش رو داریم سیستم عامل ویندوز رو بخیر میخونیم و بخشای دیگه شه ما در این کورس نمیخونیم، فقط درس ما روی ویندوز است. این بود درس ما در رابطه با اساسات کامپیوتر، البته لکچر دوم ما.